ایده اولیه تشکیل این ارکستر خب از جایی اومد که ما در کنفرانسی در دانشگاه آزاد تصمیم گرفتیم که به یاد اساتید بزرگ هنر، اتفاقات موسیقایی، اتفاقات هنری در رشته های مختلف هنر رو رقم بزنیم. یه زنوفون شاگرد سقراط در مورد سقراط میگه که حتی نام سقراط هم آموزنده است. این موضوع رو من میخوام بطن بدم به یکی از بزرگ مردان تاریخ موسیقی ایران، استاد روح الله خالقی، که حتی ذکر نامش برای ما آموزنده است. ما بنا به هدفی که استاد روح الله خالقی داشتن و اینکه خودمون رو پیرو و دنبال کننده خودشون میدونیم، به دنبال کشف استعدادهای جدید در موسیقی هستیم. بنده با افتخار داور بخش تنبک در این ارکستر حضور داشتم که با دیدن این همه ذوق و هنر بچه های عزیز شگفت زده شدم. داور بخش دف هستم و خیلی خوشحالم که در خدمت بچه ها بودیم و نوازنده های خیلی خوب و خیلی با استعدادی رو امروز دیدیم و امیدوارم که بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. از جشنواره اگر بخوام بگم، از نظر من جشنواره روح الله خالقی یک اتفاق بسیار مثبت در موسیقی این روزهای ایرانه. و در آزمون ورودی ارکستر هم سطح نوازنده ها و بچه ها خیلی خوب بود، با وجود سن کمی که داشتن خوش درخشیدن. خوشبختانه یه تعداد زیادی از عزیزانی که تشریف آوردن برای آزمون ورودی ارکستر همشون از نسل جوان بودن و بچه‌هایی که خب ما انتظارشون نداشتیم توی این سن و سال بتونن انقدر خوش بدرخشن و استعداد داشته باشن و این باعث تعجب و حیرت ما بود و البته خوشحالی.